بریم بسازیم. به به، سلام علیکم دوستان عزیز، چقدر خوبه که کنار ما این. این آبی جذاب و دوست داشتنی هم که دارید تماشا میکنید خلیج همیشه فارسه، این شهر زیبا و آروم هم که خب بندر عباس خودمونه. شما هم دارین بریم بسازیم و تماشا میکنید؟ آقا تو چه ماسک دور نمیداری بابا؟ آقا خب کرونا دیگه. آقا مگه آزمایش نگرفتیم؟ چه ربطی داره؟ خب آزمایش گرفته. این بچه‌ها همون چارتان که تو سری قبلم بودن. اینم ماشین برنامه همونه، داستان دقیقا همونه. یعنی در حقیقت بچه‌ها یه مسافت بسیار طولانی رو طی کردن، از تهران هلک هلک با ماشین اومدن رسیدن بندر عباس. حالا اینکه اینجا برنامه چیه و کجا میخوان برن رو خودتون باید بگید. آقا من دیشب تا حالا خواب ندارم. آقا من چی شد؟ جواب من چی شد؟ این زیباترین منفی دنیاست. این کلاچ شر انقدر سفت کردن شما. نمیگه چرا به ما داره؟ آقا کی آورد دسته؟ آقا در باز شد. آقا در. آقا همین راهنما بزنده بشه. این کفته حسن حسن این دره باز. در جعبه باز. در جعبه باز. آقا چرا من بده داداشون زخمیه. ولش کن. بده باز اعتماد برقرار کنه. آقا جون اعتماد چی؟ گفتم آخر درست نکردی. یک سال گذشت. مواظب باش. آقای کافتر مثلا نکن نکن. ای بوی بوی. بابا میخوره تو این. هیچ نظر زدم. حالا مور. چی کار کرد الان حسن؟ یه ذره مشکوکه ها. بیا صاحبش اومد. بابا آقا آقا باور کن من از اون بابا چرا دمش میگیری؟ بابا یکی دوست داری تو سرمه باور کن تا 6 ماه بیماری پوستی گرفته بودم داشتم خودم این میخوام. 4 دوستمون یعنی تکون نخوردن، هنوز همون جوری دارن میزنن تو سر کله هم. شما یادتونه بچه‌ها رو؟ اگه یادتون نیست که من یه توضیح نقلی بدم. یه سال خورده پیش بچه‌ها سوار این ماشین شدن رفتن خاوه، یه روستای بزرگ و تاریخی با مردمی خونگرم و مهربون. هدفشون این پاشیم بریم بسازیم ها. واسه رسیدن به این هدف حسن، حسین، حامد و امیر خیلی کارا کردن، خیلی چیزا رو تعمیر یا نوسازی کردن. گاهی رفتن تو دل زندگی اهالی روستا و کمکشون کردن همه چیزو عوض کنن. خلاصه بچه ها خیلی کارا کردن تا خاور رو بسازن. تو این مسیر گفتن، خندیدن، شوخی کردن، دعوا کردن، دلخور شدن، آشتی کردن، تا نشون بدن که میشه با کمترین امکانات فضای یه روستا و زندگی مردمش رو بهتر کرد. فقط باید امید داشت و پشت کار. آخرش وقتی بچه ها داشتن خاور رو ترک میکردن کلی حس خوب داشتن و کلی خاطره قشنگ از خودشون باقی گذاشته بودن. احتمالاً سیگنال ضعیفه. مثلا من الان برای تو میفرستم. من که پشت فرض باشم. چه حمله بیولوژیکی کرد کفتره. حالا هی بگیر اون طفل معصومو بچلون. خب مثل که دوستان نمیخوان به شما بگن اومدن بندر چی کار، همینطوری دارن خوش خوشک واسه خودشون شهر رو میگردن. نر رو من براتون گرفتم بقید. نر ساحل برو دیگه رسیدیم. خب در اوکی برو برو پایین. سلام بچه ها، بیمایستی بچه ها یه عکس بگیرم. دوستان اسم کفتره انگار آقای بارتزه. گفتم که اگه کسی خواست اطلاع داشته باشه. آقای محسن خود داده. نمه ساهه اینقدر دراز. نمه ساهه به به اون سرمایه تهران کجا؟ این هوا بگیر دیگه تو هم سریعه عکس بکنه. یک دو سب کن سب کن. پوزیشن فلامینگو گرفتن دوستان. اوکی آقا من میگم یه کار دیگه کنیم. سب کن یه لحظه. لب ساحل پای برهنه یه مسابقه دو ندیم.
از اونجا که نمیشه آدم بره لب دریا خوش نگذرونه، بچه ها میرن سراغ این که یه بچه اشرتی بزنن تو رگ. باید امروز یه ساندویچ ماهی به اون بده. حله حله بریم. 3 2 1 امیر الان توربو میزنه، وایسا بزن بزن الان وقتشه، بزن امیر. آقا حسن، آقا برنده رو اعلام میکنم. آقا ایشون برنده استقلال تولیدی خلاصه دوستان نجات پیدا کردن و اومدن رو خشکی. خشکی هم که کلن یعنی بازار و اینا. حالا انشالله که واسه کسی سوغات میخرن دیگه اینا رو، واسه خودشون باشه یکم عجیبه. آقا من میگم ما این همه زمان گذاشتیم چرخیدیم تو بازار، تو آخر لباسه رو نخریدی. آقا من سلیقه نامزدمو میشستم. آها واسه نامزد. خب الحمدلله. خب ما فردا دیگه اینجا نیستیم. 190 میده 50 خریدم. 50 فکر کن 190 50 بریم آقا فوتبالیستمون برسیم. گربه‌مون هم گشتشه. گربه چیه؟ ما با همون کفتره رو داریم. من حسین گوش نشونه. یه مرد چی میداره پیس پیس میکنه؟ پیس پیس میکنه؟ اینا اینا کی پیس پیس میکنه؟ باز کده بعدش شد یه بیه بالا هرم بود؟ بیا دیگه من مربه چی میگه؟ آقا من چی؟ کجا میبینی الان؟ خطرناک این چی؟ آقا من میشتسی شما آقا تو رسه دیگه تو نگران صدا نمیکنی؟ آقا چه من نمیرم آقا ببینیم این چی؟ تو رزمی کاری برمان چی کار داره؟ پیس پیس کرد الان داریم میرین بالا؟ فکر کنم وایسادی اونجا این من خودم بخواد بگید وای نستید معنی کسی چه میدونم یه اتاق اونجا بکنه بده چی معنی کسی کجا بوده؟ سلام. اون از همین میترسم دیگه آخه تو شهر غریب. سلام. کار داشتی با اون صدا میکردی؟ ایشون مسکه با بچه ها کار داشتن. آقا چی داری میگیری؟ آقا بدن. چی همون دارم؟ چی بود؟ چی شد؟ کجا رفت؟ عمو. آقا. با تو عمایی نبود؟ آقایه. نبود. تو اینجا عمایی به تو آقا چرا اینه صدا کرد؟ نبود. این چیه الان؟ نامه است خونه خواهی؟ آقا خطرناکه یه وقت بخون. آقا من گرما دارم واقعا میپکم. بریم تو ماشین ببینیم چی پاکتی کو. من میگم این چی الان ما گرفتیم؟ خب بریم ببینیم چی نمیشه دیگه. خب حالا منم مثل تو. برو بندش من باشم. برو برو این چی دیگه توش اعضای محترمه بریم بسازیم. در پیوست این نامه سویچ یک ماشین در اختیار شما قرار داده شده است. ماشین را رأس ساعت 7 صبح فردا در اسکله تیاب پیدا خواهید کرد. همراه ماشین امانتی کوچکی هم وجود دارد. شما باید ضمن سفر به بشاگرد این امانتی را به حاج امیر تحویل بدهید. موفق باشید. پس یعنی این سویچ یه ماشین دیگه؟ نه قایق. میگه ماشین. میدونم شاق قایق بود اصلا. میگه ماشین. میدونم. حاج امیر بچه کسی میشناسه تو بشاگرد؟ یه ماشین دارن به ما میدن با یه امانتی. نه امانتی رو میشناسیم، نه حاجمی رو میشناسیم، نه امانتی. فیلم مافیایی مگه؟ چی میگی؟ آفرین حرف من همین. من نمیام. شما میخواین بریم؟ دوباره این ساز مخالف زد. همینه که بریم بسازیمه. فردا صبح شما میخواین بریم بریم. ولی با پیشنهاد نهار رو رفتن توی بندر عباس گشتن الانتون من موافقم. حالا تا فردا خدا بزرگی. خلاص من نمیام فردا. از همین الان دارم میام. به من که چسبید. آقا پس این فعلا 50-50. خسته نباشید. چه میگی چسب بزنی؟
آهان این شد. ببین چه جذاب اومدن ماهی بخرن. این بسته دیگه. بسته. این نیزه ماهی آره؟ حال کردی؟ من ماهی خور نیستم ولی اینو بلد بودم. خوشرنگه. اینو شبیه توتیه. خوبیه پی. اسم این چیه؟ توتی ماهی؟ بچه ها یه طوری رفتار میکنن که تا امروز با ماهی برخورد نداشتن. این هم زیر درنده. یه هوا اینجا قبل ماهی سفیده این؟ بگیر دیگه، یه ماهی میخوان بخرن. بگیریم آقا، همینو بگیر. من میتونم خودم یه بردارم. خب مثل انتخاب شد. کجا برد داره؟ بیا یه نایلون، بیا یه نایلون. اصلا میگه الان چه ماهیه؟ آره کلا بچه شیراز دست و دل بازه. ماهی که میخرن مثل که یه ذره خاصه. چهارتایی سرشو گرفتن. خب بچه ها بعد از خرید نهنگ باز اومدن لب ساحل. آقا بیا بریم. بفهمه پیادش ماشین. آقا درو ببند. اصلا اوه اوه نهنگو پیادش کردن. بیا نمیگی. چی میگی بگی آقا؟ خودت بیا. والله شرم همینجا. آقا کشیم این ماشین. جا به این اوکی همینجا رسیدم. همینجا. بندازم چه دیگه؟ بله از قدیم گفتن اصلا ساحل بندر شبش قشنگه. انگار بچه ها هم قرار نیست که این فرصت رو از دست بدن. فرصت دیده پیدا کردم. بیا اینجا این محتویات شکمینو میریزیم به دریا. حسین جان هم انگار جراح مغزه. ببر بره آقا. بوده قسم بازش کن داداش. من و نکن اینجوری. آخه واسه ماهی اینجوری پاک نمیکنن که. چیزی پاک میکنن. چیزی پاک میکنن. چیزی پاک میکنن. آخه اینجوری دست میکنن تو دل رودش. همه الان همه ماهی بود. با پاکم پاک میکنن. یعنی 1000 درصد هم ممکنه اینطوری بپزه آیا؟ نظرت تو چون ماهی که انتخاب کردم چیه؟ تو انتخاب کردی؟ ماهی که انتخاب کردی؟ من. اینی که من دارم. سه نفری دیگه. 4 تا ماهی کوچیک، هم ارزون تر بود هم پختنش آسون بود. آب بریز که بشونی. امیر حسین مشغول چه کاری هستی؟ قبول کن ببین بگیر آبشو بگیر. در این خونه میسازی؟ بله بریزن بریزن. بله آقای حسن خان میگه این این ماهیه میخواد حامد صدا کنه. چه صدا میکنه؟ بچرخ حامد، بیا کمک. حامد بچرخون. حسن حسن حامد حسن حامد بیا میره. حسن دهنت بس میره. الان ما مفتون میبندنش داشته. من این شبیه گوشت اضافه است. من با گوشت اضافه چی اون بالش به دردت نمیخوره که. بده من آخه چیکار؟ نه اضافه است بابا. اینا بیا اشغال ماهیه میده میبر میریزیم بعدا تو دریا. جانم، جانم، بیا، بیا، بیا جانم، پیشی جان، جان، بیا بیا، 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 بیا بیا واسه ایشون میخواست بالا رو. پیشی، بیا، بیا، بیا اینجا الو سگ جانم، بیا اینجا بهت بکت گوشتو بردم که بالا مسن. چی شد؟ یه بغده بالا. پیشی، پیشی، پیشی ترکی بلده گربه؟ جانم، بیا اینجا بگو. خب اگه فارسی بلده، ترکی هم بلده دیگه. چه حرفیه؟ یعنی حسن آقا یه کفتر آوردن یه گربه، دومی رو هم یواشکی. آقا حامد بفهمه خنج میکشه صورتشو. جوانم بشون یک گربه دارم. بله بله در جریانی. از همین ماهی هم که بچه ها میخوام بخورن دادن بخوره. دوستان ظاهر رو نگاه نکنین ها، زیاد نمیاد این ماهیه کلن. یه وعده یه امیره فقط. به به عجب ماهی بهشون دادم.
حواستون باشه آب داره بالا میاد. ببین این چی ببین آب که داره بالا میاد دیگه. آب داره میاد باید سری. نه بابا این تا بیاد بالا پخته ایدون ببینم این که ولی چقسی بیشتر نمونه. یه چیزی مفتر بیاد تا دهنش. یه چقسی الان آره حال عالیه که بوی تند ماهی دودی خورده به مشاممون که کبابش کردیم. آماده است که این جماعتی که همه اونور هستید بیاید با ما بشین و ماهی بخورید. آقا ما که حرفشو زدیم قرار شدش که شب در موردش حالا بیشتر فکر کنیم تا الان تصمیم درست بگیریم. الان مشکل شما چیه؟ دعوا شد دوباره. مشکل نیست عزیزم. الان ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم، داریم میگیم که الان تو شما داری جای همه ما تصمیم می‌گیریم. ما دو نفر گفتیم آقا نریم سراغ ماشین. دو نفر. چی دارم میگیرم؟ من میگم آقا مگه ما نمی‌دونیم بریم بشاگرد. حالا به بشاگرد بریم دیگه. آقا بشاگرد قرار شد بریم. شما میگی بابا باید بریم یه ماشینی رو که نمی‌دونیم از کی تحویل بگیریم. یه امانتی ماشینی باشه یا نباشه. اصلا حالا باشم امانتی پشت شما امانتی چیه؟ آقا هر چی هست مربوط به بریم بسازیمه. اصلا کی گفته آقا شما باید همیشه تصمیم بگیری؟ آقا تصمیم چی رو میگیرم؟ ما یه برنامه اینجوری تهران پوشیده اومدیم که بریم بشاگرد بگردیم یه روستای مناسب پیدا کنیم که توش آها خب من یه توضیح کوچیک عرض کنم این وسط. کلی فرایند و روند هست که قبل از ساختن یه مجموعه مثل بریم بسازیم اتفاق میفته. مهمترینش هم اینه که گروه باید بره از روستاهای مختلف بازدید کنه و یه روستای مناسب پیدا کنه، جایی که از نظر شرایط زیربنایی خود روستا و از لحاظ وضعیت فرهنگی و اجتماعی مردمش بیشترین نیاز رو به حضور بچه‌ها داشته باشه. تو این مسیر نظر کارشناسای مختلف و اسناد مربوط به توسعه روستاها رو هم در نظر میگیرن بچه‌ها. حالا با توجه به بازخوردهای فصل اول بچه‌ها اومدن اینجا که فردا برن بشاگرد و روستاهای اون منطقه رو بررسی کنن که ببینن کدوم روستا برای ساخت فصل جدید برنامه مناسبه و اینجور حرفا. بعد الان کل برنامه دوستان خورد به یه چقسی داستان شد کلا. بسام قاچاق پلیس هم میگیرنشون و ما هم که نمیریم میرن زندان دیگه با امید خدا. من میترسم دوست دارم با این بچه‌ها برم. اصلا منطقا که نباید این کارو انجام بدی. ببین یه خورده میذارم به حساب این که حالا شاید یه ترسی گرفتتش از اون بندر تیاب و اینا. مردم واقعا خونگرمی هن انگار که من که احساس غریبگی نکردم با اینکه لهجهشون و زبانشون گویششون با ما فرق داشت مخصوصا بنده، ولی هیچ تفاوتی احساس نکردم. واقعا آدم خونگرمی هن. گوش کن به امیر بگو بسال امیر داداش بسال جمجور کن آقا ده دقیقه رو دیگه ما چیز داریم ها. وقت داریم ببینیم سر کی کلا میره. حسین داشته اون چیه؟ تون ماهی؟ وقتی اصلش اینجا تون ماهیه واقعا؟ من درجی میدم از خوردن این تون ماهی ببینم تا اون ماهی که وقتی اصلش اینجا میره کنسروش میاد. بله من کنسروشو میخورم حالش هم میبرم. یک بند بچه بندره بینه ما میخندن تو من که دارم حال میکنم. بله این همون اسفان جوشوندینش اومدی؟ 20 دقیقه جوشون نمش خدا مثلا آب رسید. همه شانتاژه آب رسید. بردار چقدر. بله فرزندان عزیزم شب اگه تشریف میبرین لب دریا کمپ کنین حواستون به مد و این داستانا باشه دیگه. خلاصه دوستان اون شب شامو بله نخوردن. اتفاقی که واسه افتاد اینه. خوده بذاریم اچه آب دیگه. خب بریم بسازیمی ها صبح اول وقت راه افتادن به سمت میناب و رسیدن بندر تیاب. بچه ها تشریف آوردن اینجا که اون ماشینه رو پیدا کنن. ماشینه بود سویچشو داده بود اون آقای تو بندر با یه نامه. همون بعدش میتونن به مسیرشون ادامه بدن و برن بشاگرد واسه پیدا کردن روستای مورد نظر. دقیقاً بندر اینجا اسکلت ماشین واسه چی باید پارک باشه؟ اینجا زده اینجاست. حالا این نمیدونم جای کوچیکیه. جای چیزیه. جای معمولیه. آقا من میترسم نمیام. داداش این فارسی دارن حرف میزنن. چی میترسی؟ میگم میترسم. چه زبونی بگم؟ خسته نباشی. سلام علیکم. خسته نباشی. اینش خب عجیب غریبه. اینم آدم الان اینجا چیکار میکنه؟
سلام. خیلی مخلص. اینجا چی پرچم ایران و این چیزا داره، معلومه که سر و صاحب داره دیگه. این چه تصویری آخه؟ بچه ولی از جی تی ای مگه؟ الان حضور ما از حضور یه ماشین اینجا عجیب تره. دقت کردی؟ خودم این خود عجیب شده. که ماشینه چرا یه جوری به ما نگاه میکنن؟ آقا من نیستم. هر کاری میخواد بکنه. همش قُر میزنه این پسر. چهار نفر با هم باشیم خودمون. چهار نفر همین میبینه با شکیم و چش بندازیم بعد حداقل یه ماشینی که پشتش امانت باشه پیدا میکنیم. آقا گرفتنتون شما دو تا بگیرن ما چهار تام دستگیر نشیم. دیوانه این مگه الان میبینی چهار تامونو قفونی دارم میبرن. ما نبودیم. تو نگاه کن. انگار دارن ماشین به سرقت میبرن. اینو میخواد. بیا بابا نمیخوام. من بابا نخورد دیگه بابا این ماشینا این مال اینا نیست. بنده تو گنده آقا اینو بدش کن. سخت. یعنی تو الان فکر میکنی ماشینه تو لنجه؟ برم ببینم پیداش میکنم یا نه. آخه ماشین خیلی مهمه، امانته. به این آرمی چه ماشینیه؟ من میگم آقا تویش اینقدر تویش داره این مال ماشین علکی نیست. ماشین ترچیبه مثل نیسان اینا میمونه. بکش لنگر میشه. یعنی فقط ولشون کنی این بچه ها رو خاک بازی کنی آتیش بسوزونن؟ یعنی نچرخه. حسن جانم ما مثلا قرار بود بریم دنبال ماشین. آقا ماشین پیدا نشد. حسن داره میره تو لنجه دنبال ماشین بگرده. آقا ما هم دو تا عکس بگیرم. حسن خیر سرش مثلا رفته بسازه، اون تو داره لنج بازی میکنه. خودت که رفتی اینو دیگه نکشون. به قرار بود از امروز بریم تو برنامه ها. امیر بابا تو یه لحظه کلن حامد یادش رفته که اصلا واسه چی اومدن اینجا. دیگه تموم شد بریم دیگه. بله در همین هیروویر قایقی به سمت اسکله میتازد یا میراند یا هرچی. بچه قایق ماهیگیری بابا از دیروز سال ما دارید قایق میبینید. آقا بیا منو با خودت ببر. از دست حسین منو نجات بده. از دیروز سال دارید قایق میبینید. جمع کن بریم. عکس تو بگیر بریم دیگه. یه دور بزنیم. آقا اومد سمت ما. آقا داره دست میکنه. نه آقا نمیخوایم دور بزنیم. ایشون دیگه پیس پیس نکردن. با دست اشاره کردن. آقا چرا این همه دست کن میدن؟ نه آقا تو نگاه کن. اینو خودم خودشه. مثل قصه دیروز یارو دست کنده. آقا یه لحظه صبر کن ببینم. چی هر کی میاد یه دست کن میده ما بعد دنبالش بریم. بریم ببینیم چیه دیگه. پیس پیس ما پیس پیس. بابا ان شاءالله که این همون چیزی که میخوایم باشه، فقط ما راحت شیم از دست شما. ا ماشین اینه مسکه. خیلی هم دو دیفرانسیل و بیابونی تو رو اینجور حرفا. کار داشتی همون دست کن دادید؟ کاری داشتی با همون؟ چی کار داشتی؟ صدا کردی کار داشتی همون؟ ای بابا حالا این کاراگا گجت هی نامه میاد از زمین و زمان. چی؟ میگه اینه مردت بابا مال ماه. والا اینا آدم های کم حرف هم. حتی با خودشون حرف زن آروم حرف زنن. ما تهرونی‌ها زیاد داد و بیداد میکنیم، بلند صحبت میکنیم، عادت داریم به صدای بلند. بچه های بریم بسازیم. دقایقی پیش مبلغ 100 میلیون تومان به بودجه این فصل برنامه به حساب شما واریز شده است. به محض پیدا کردن روستای مناسب توسط شما بریم بسازیم به بچه های گرد آغاز میشود. همچنین شما موظفید خود رو به جعبه امانتی را در سفر به این منطقه تحویل آقا جمیل بدهید. بردار آقا همین امانتی دیگه همینه. بردار همین امانتی. یه دقیقه وایس آقا نرو آقا داداش من وایس. آقا چرا اینا حرف نمیزنن پیکاتون؟ امیر بیا کمک. بیا اون بای کمک. آره همونو بکش برو جلو. این امانت رو بچه ها باید آقا بپا. نگفته چه بودم های نامردی هستید شما. بیا دیگه حسین. وایس دیگه همینه ماشینه. بزن اینجا. بگی امین. پای حرفشی تو قهرمان و پهلوان 10 تا منطقه تهران. الان حامد حالا اینو بازش کن ببینیم چی توشه. حالا همین تو یدی گفتی بوا بنداز. والا نگم لباس اون اخیس کردی یا گذاشتی بالا توش بابا. آقا جوش نزن پلمپ. قفلم است. درسته؟ قفل بله. خیلی خوب کنم اون تو. آقا کندی؟ کندی؟ چرا کندی؟ آقا دست رو دلم نذار. آخه من دیدم. میدونی من دیدم. از این دارم الان دلم داره میسوزه که کشی قفلم که داره.
دوباره دیدم گفت قفلم که داره. آقا این چه وضعشه آخه آدم من چیزی که توش قبلش خوندم امانت و فلان چرا باید اینجوری رفتار کنم؟ واقعیتش نمیتونم خودم رو کنترل کنم میدونی خیلی سخته که ندونم توی چیه. چقدرم خوشحال حالا امانتی. آقا آقا اگه گرفتنمو کردنمو تو گونی با خودت چرا بکنه تو گونی تو زنی آقا توش تو میدونی چیه بابا جان؟ یه دقیقه صبر کن یه دقیقه صبر کن آقا شلوغش نکن اصلا اتفاقا خوب شدیم باز شد من تو ندونم تو این چیه که نمیام با شما همراهش میره بخوام ببریم شما هر جایی بشین با کاروان متوجه شما دیگه ماشین یعنی دیگه شما ماشین داری من با کاروان میام خدا نگهدار آقا وسایلت نمیین تو کاروان بردارین ماشین گشتیم ببینیم حالا جدا از این صندوق و اینا چیز دیگه ای داخلش هست ان شاءالله دیدیم که یه سری استیکر توی روی صندلی عقبه بعد که روش بریم بسازیم نوشته حسن حدست چیه؟ حدسم فکر کنم بسته غذایی باشه حالا چیزی حسو میگه به نظر یه چی قاچاقیه اینا گیر میافتن و دیگه ندامتگاه شماره 6 هرمزگان در خدمتشون هستیم بند 2 قاچاقچیان آخ بای 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 بسه دادش از این نگو خیلی جلوی من اونا آی خدا بچه مناطقه اینجا ببین اینجا جنگ نبوده چرا اینجوریه بس جنگ؟ اینجا چرا جنگ باشه؟ بله به این ترتیب بچه ها جدا شدن از هم حسن و حسین با هم رفتن با این ماشین دو دیفرانسیله و البته این امانتی حامد و امیرم از اون سمت که گیر کردن گویا که خسته نباشن همین اول بسم الله زنگ بزنم بگیم بیا کمک آبون میره که من را لوچان نزم میرم تی لوچان ره دل قربان کنم آقای بارتز کلافه است قشنگا آرام آرام ایام شیمی خانه دور و بر چچینی من استن زنم ترا بال و پر می دل تی وسی دیوانه بسه بیا امینه بیا بشکن در اومد خب خدا رو شکر ای به قربانه نمیان دیگه هر چی بهشون میگی گوش نمیکنن استان خمینی شهر استان خمینی شهر گرمستان چه الان رفتیم اونجا گردن نگیری که ما دیرتر رسیدیم ما نه ما تپ رسیدی پرو بازیشو بسپر به من تو آینه می برعکسه من فکر کنم که حامد نشست پشت فرمو به به پارسال لوس بابا کجا هستید شما بریم کجا بریم نزدیکتره بریم نزدیکتره ما که نمیتونیم خاطر چیه کجا آقا داریم میریم همین مسیر بریم الان دو راهی خوب تو این خاطی ما که نمیتونیم شاسی ماشین نزدیکتره آقا با این ماشین که نمیشه ما تو جاده خاکی که چی میگی اتفاقا این ماشین واسه جاده خاکیه خیلی هم راحتی میخواد با این ماشین بیاد دو تا سه تا روستا دیدیم که من هم دارم کمک کنم آقا میگم شما با همین ماشینی که ما داریم میریم شما پشت ما بیاین دیگه چه کاری هستم جداشی خب چرا دو تا ماشین شدی یعنی میخوای رفیق نیمه راشید دیگه ما رو تنها بذارید شما نمیاید ما که داریم میریم نه آقا شما همین راه برین هر کی یه روستا خوب پیدا کرد واسه کار به من بگید من بیام واسه برید آقا برید ببینیم چی کار میکنید شما روستا پیدا کن شما ایتور میرین ما ایتور یعنی اینا روستا پیدا کنن برو دو ساعت علافتون شدی برو الان دو تا روستا پیدا کرده بودی برو هر رو برو آقا برو بله بدین ترتیب سرنوشت مسیر دوستان همیشگی رو از هم جدا کرد بنا شد هر کدوم از این دوستان از یه مسیر وارد منطقه بشاگرد بشه و بره به یه سمتی کاروان از جاده اصلی و ماشین حسن و حسین از جاده های خاکی هر گروهی که زودتر روستای مناسب و واسه ساخت سری دوم پیدا کنه گویا اون برنده است ولی فعلا منظره لذت ببرم طبیعت جنوب که من دیوانه شم همینه حرفم میگم آقا من خودم عاشق اقلیم جنوبم بله این طرف دوستان دارن با سیس آفرود بازی پیش میرن همین اون طرف همین میخوایی یه عقب بگیم کیان ایشون بابا برگرد حالا بابا همه وقت نداره برگرد تو کاید نباشه ای جانم نری دل میون رانا برو 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 تو پیار پیار چه بول همین آهای همه همون سلام سلام آقا ایگم بشوگرد از همین طرفه شما تا بشوگرد میخوای بری
حالا ببینیم مشاگرد دیگه. میتونی برام ببری؟ همراه جون. میگه میخوام همراهتون بیام. بیا چه مشکلی داره؟ بگو بیا. کجا بیاد بابا؟ چه بی خیری تو. ببرین دیگه بنده خدا رو. بیا بیا. یه سوار شو. باش چرتون. دست شما قدر نکنه. جای احمد خالی. آقا احمد اگه بود الان میگفت وای فکلم خراب شد. میگم شما همیشه اینجا ساز میزنی؟ محبت عروسی میشه هر عروسی میشه برای ما دعوت میکنه اونجا ساز میزنیم. حالا شغله مثلا در پیله مهمی شغله. آها یعنی شما جدن در جد در حالی بشاگرد به این آقا و همکاراشون میگن پهلوون. پهلوون ها خواننده هایی هن که با ساز محلیشون روستا به روستا میچرخن و برای مردم موسیقی محلی اجرا میکنن. امین اون گله بوزه دیگه، اونم چوپونشونه. یه دقیقه برو بغلش یه سوال کنیم ازش. حامد گوسفند نیستم بابا، بوزه دیگه. حالا چه فرق میکنه؟ گله است دیگه. سلام. سلام علیکم. خوبی شما؟ الحمدلله شما خوبی؟ سلام. سلام علیکم. ما از اون بالا داشتیم رانندگی میکردیم. خب. خوردیم به گله شما. خب. خیلی مخلصم. اراده. سلام. حضوری هم. گله شما درسته؟ ما میبینیم چوپانی میکنم. چوپانی میکنم. میبینیم شما. از حامد امیری که خیلی جلوی نه؟ خب خدا رو شکر آفرود بازیشون تموم شد، وارد مسیر اصلی شدن. هنوز داشتن ماشین تازه ما گفتیم. یه لطفی بکن اولین روستایی که دیدی هم بریم یه سر بزنیم ببینیم اوضاع چجوریه، هم واسه آقای بارتز آب بگیریم توی آفرود بازی آبش دیگه. آقای بارتز هیچ کسی اینجا نمیره. حامد بله دیر میخوای؟ آره بزن یه خوبشو پیدا میکنم من میدوشم. میدوشی؟ بلدی مگه؟ گله پر از بزه، مهمترین دام بشاگردی ها، چون اصولا میدونین دیگه بز خیلی بزه، یعنی تو سخت‌ترین شرایط هم دووم میاره. ای دوشید جدی؟ نه مثل که جدی جدی دوشید. یه بابا همه دوست دارم. به نظر یه ذره شیر واسه بچه ها ببریم؟ ببریم. البته اون بلشون که اونا الان خودشون الان اونا به قول خودشون دارن. همه دارم همه دست دیگه بابا. ای بابا یه بوز گفتم نگهدار امیرا. سخته. آهان حسن و حسین هم بالاخره رسیدن به یه روستا، روستای شه بابر. یه جایی که این ماشین تکانش زیاد میشه میگم یه وقت کاش به کاروان میرفتی. آخ خب طبیعت اینجور راه اینه. ببین آخه تو نخلستونا رو ببین حسن. شه بابک چندان شباهتی به تصویر ذهنیشون از روستاهای بشاگرد نداره. دیوونه شدم من. وای عالیه. این فقط به اندازه من میشه. من ببخشید. من فقط تک خوری. نه زحمت کشیدی بیا. عمو دست در نکنه. مزرعه شطور مخ نمیشه. خواهی بریم دیگه. آره بریم واسه آقای آت بارتز هم آب بگیم. خواهش میکنم آقا ترسیم ها که دیگه نه آق ننه آخش بکنم بتونیم اینجا اصلا اینجا بذار پارک کنیم چیز کنیم یا فکر کنم در یه شطر مغارا شطر مغارا آره چقدر دیداش ماشاءالله شطر مغارا دیگه. ای شترمرغ چقدرم زیادن. اصلا فکرش میکردی یه همچین چیزی اینجا ببینی؟ والا من میدونم شترمرغ تو آب هوای تو هم بلندتره. اگه بچه‌ها از اینجا خوششون بیاد و مثلا شه بابک بشه روستای بعدی بریم بسازیم، حتما یه قسمت از اون فصله رو میشه با این دوستامون بسازیم. عمو سلام. آقا سلام. اصلا نباشی. قربون شما. خوبین شما؟ چطوری حالت خوبه؟ سلامتی. سلامت باشی ممنون. حامد
برو شیره رو بدیشون بخوریم بزنیم بر بدن. همین این تابلوه رو ببین میشه جک جک دان. آره اینه اینه تابلو بندر عباس میمونه. همین میگم میخوای وایسی اینجا یه عکس چیزی بندازیم؟ باشه بریم زیرش. به نظرت آنتن داره اینجا؟ نمیدونم باید داشته باشه. 4G امیر مگه نمیدونی روستاهامون هم اینترنت 4G دارن؟ واقعا 50 درجه میشه اینجا؟ اینجا چیکار مردمش چطوری زندگی میکنن؟ الان راضی در کل از داشتن اینا و کلا این کارو کردن؟ قبلش چیکار میکردی؟ قبلش کارگری میکردم. خیلی پس خودکفا شدی و دیگه آقای خودت بودی و بعد اینم هستی. خدا را شکر. خدا را شکر. بعد یه سوال، اینا درآمدشون چقدره؟ این چیز میکنه چقدره؟ درآمدشون حالا کشتارگاه که بره پستشون پوله، حدقه چشمشون پوله، نوکشون پوله، بعد گوششون پوله، همه چشون پوله. حدقه چشمشون؟ بله. ولی حالا اصولا اینکه یه نفر تونسته با یه وام ساده همچین کسب و کاری رو راه بندازه نشون میده که روستاهای این منطقه دارن آروم آروم پوست میندازن. حالا کسب و کارای تازه توشون به وجود اومده. برو نزدیکتر بسه، برو نزدیکتر. گفت که لگت نمیزنی داشته من. نه میخوام که کلا. آقا ولش کن دیگه، چه کاری دنبالش میکنه؟ بیا اینم باباشه اومد، بابا مامانش اومدن. بیا یه شطرمه اقا میترسم. نه احال ما رفتر از این و ما برسیم به جکدان. ببینید چه خبر اینجا، من و امیر و جکدان. بله دوستان اونور با دیدن تابلو یا جکدان حال خجسته ای دارن، اما اینور اینور شطور مرغا مثل که برنامه دارن. آقا این نره رو نمیتونیم بگیم بریم سمت این بابا کلا گردن درست مجموع. در این صحنه که میبینید امیر به طرز ناجوان مردانه جا مونده و داره الان هر اون چیزی که در قالب نامردی کمک بود. دیگه چرا میشستی آقا؟ رفیق من توی مادر. خب همونطور که ملاحظه میفرمایین پر حسن ریخ کارگردانمو در رفت. شوخی نده شطور مرغ ها، مرغ نیست. همه آقا من چجوری تو رو بگیرم؟ امیر بیا! چقدر قشنگه این تابلوی جکتان. خب بسته اماده یک بذار بگه زده ما هم اومد اینه ندیده بود. آقا واقعا چرا باید اینقدر وزن تو ببری بالا که نتونی؟ الو سلام حسن، خوبی؟ این سلامتی؟ جانم ممنون. کجایی شما؟ کجایی؟ لوکیشن میفرستم بیاین. خب باشه ماشینه بریم بسازیم، هم لب جاده است میبینینش. باشه ممنونم. حسن جان فقط اگه رود نمیشه بگی گرفتن تو بگو ما سند و اینا بیاریم. خداحافظ حسن. چیه؟ قوله تو به من برسن. ما من موندم اینه امیر چجوری رفته اون بالا؟ ولی علل حساب در جریان باش، اینا اومدن اینجا یه جوری برخورد میکنه انگار خیلی با ما خوش گذشته. قشنگ بالا پول انرژی بذار بیاد، بذار بیاد حسین. بیا دیگه من مکسبات میکنم. چجوری رفته؟ همه با هم رفته نمیشنم صدا میپیچه. خیلی بهتون گذشته نمیتونی راه بیای. نه وای اینا رو گرفتن زدن اینا رو. خدای خیلی طولانیه. عجیب. ببینم یه سوال. سلام نفست میبینم بریده. یو اول فرد این منم که پتکوه. وای بچه ها چه خبر. هی جک جاب. هی جک بیا اینجا ببینم پسر. باشه دوستان عزیز، این دو تا بازندهی که دارید میبینید همونهایی هستن نفس تو مسیر حسابی بهشون سخت گذاشتیم. چرا؟ نامعلوم بود ماشین میبینید. سند گذاشتیم از بازداشتگاه درشون رو بردیم معلومه تبهمات ندامتگاه شماره هست. خب شب شد و دوستان جمع شدن که هم یه شام مختصری بزنن هم در مورد روستاهایی که دیدن صحبت کنن. کجا؟ همون بغل جکتان. میگم اصلا
شما حرف بزن من میخونم. کل اون قضیه از وقتی که وارد این منطقه شدیم من زیاد نمیخوام بخورم. چرا؟ سیره. بله سیری؟ مصخایه من حسن یکم مشکوک میزنه. نه من به فکر گربه هم هستم، بهش قضا هم دادم. آخه ولی حامد بعدش میاد بیاد، ولی اون گربه مقصر نیست که حامد اون بعدش میاد. پیشیه 663 توی خونه چاله آسانسوری خونه پیدا کردم که پلک خونه 663 بود. کدوم روز ساعت تراکمی داره؟ یه روز این بر صاحبشه پلیس ایشون. سلام علیکم.